آیا روحانیت عنصر ضروری اسلام شیعی است؟ چرا پایه‌گذار جمهوری اسلامی گفت اسلام منهای روحانیت خیانت است؟ نشانه های ظهور آنچه که آیت الله خمینی نگرانش بود در حال آشکار شدن نیست؟ سلام. تاریخ روحانیت شیعه پر از تناقض است. در زمان قاجار علما ابتدا مخالف تلگراف بودند، ولی به زودی مشخص شد که این تکنولوژی میتواند برای بست قدرت آنها به کار آید. در دوره رضاشاه پهلوی دادگستری و آموزش کودکان از طبقه ای که ملا و آخوند نامیده میشد گرفته شد، اما در چرخشی متناقض قدرت این طبقه افزایش یافت، چرا که سازمان یافت، سلسله مراتب آن شکل نهایی گرفت و نام روحانی به آن اطلاق شد. شاید اطلاق روحانی به این طبقه به منظور دور نگه داشتن آن از امور غیر روحانی و زمینی بود، اما آن هم به نتیجه عکس انجامید. در دوران اسلامی روحانیت قدرت دولتی یافت و توانست بر جان و مال مردم حکم براند، اما پس از چند دهه حالا مشخص شده که این هم به نتیجه متفاوت انجام میده. سرمایه اجتماعی روحانیت کاهش یافته و اعتبار آن نزد عموم سیر نزولی داشته، تا آنجا که اکثریت مردم وقتی مجال مییابند از حقوق شهروندی خود استفاده کنند، به نحوی عمل میکنند که خوشایند قدرتمندترین روحانیون حاکم نیست. آیا این روند صرفا نتیجه چند دهه حکومت روحانیت است، یا عوامل دیگر از جمله تغییر بافت جامعه امروزی هم در آن دخیلند؟ چندین دهه پیش از انقلاب در ایرانی کاملا متفاوت، آیت الله خمینی در شرح اهمیت روحانیت نوشت این کارمندان برای به کار انداختن چرخهای دین لازمند. آیا هنوز لازمند؟ یا در اجتماع امروزی چرخ دین بدون آنها نیز میتواند بگردد؟ این موضوع را با مهمانهای این هفته در میان میگذاریم. زکریا مشکور کابلی، روحانی شیعه ساکن آلمان. حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی که سالها سردبیر دو نشریه دینی به نام پیام شادی و نسل نو بود. و رامین پرهام، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران و نویسنده. خیلی خوش آمدید آقای مشکور. از شما شروع کنیم. جواب شما به این سوال، سوال اصلی برنامه، این سوال که آیا روحانیت شیعه هنوز هم ضرورت داره، مثبته. بله. به چه دلیل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، چون ما با عنصر دین سر و کار داریم و دین یک چیزی فراتر از زمانه و در همه زمانها جاری هست و این دین مقوماتی با خودش دارد، برای اینکه ما ادعای ما این است به عنوان مسلمانها که این دین خاتم هست و این دین زمانی دون زمانی قرار نیست متوقف بشه. شارع این دین تمام سازوکارها را برای ماندگاریش پیش بینی کرده است. آیه نفر، رسمیت، عقلانیت، طبیعی بودن و تاریخی بودن و فرازمانی بودن نهاد روحانیت را که قبلا به عنوان فقها، علما، محدثین، متکلمین، مشایخ و عناوین مختلف و رسول الانبیا مطرح می شد. همه فقها، اصولیین، علمای دین، کارشناسانی که با قرآن و معارف دینی سر و کار دارند از این آیه استفاده کردند، هم برای حجیت خبر واحد، هم برای حجیت فتوای مجتهد، هم جواز تقلید از مجتهد و هم برای وجوب تبلیغ و انذار. چرا قومی، طائفه، یک گروهی کوچ نمی کنند؟ لیتفقهوا فی الدین، تفقه در دین رو خدا خواسته، یعنی باید تفکر کنید، برداشت روشمند داشته باشید، برداشت دینی یا به تعبیری هم علم دین رو فرا بگیرید. در غیر از این نه به دین می رسید و نه به اون اهداف دینی. این اولین دلیل ماست که شرعی بودن و دینی بودن و ضروری بودن و بدیهی بودن نهاد روحانیت رو در کنار دین ثابت میکنه. عنصر دوم، از زمان پیغمبر بر اساس قرائت اهل البیت تا امام دوازدهم، همگان راجع به این صنف، این طبقه، این ضرورت و این حضور دائمی اشاره کردند، برخلاف اونایی که میگن که روحانیت یک چیز جدیدی هست. کلمه روحانیت رو کنار بگذاریم، فقها، علما، کارگزاران، آنانی که وقت میگذاشتن، به تعبیر قدیمی ها بالاخره خون جگر میخوردن
و خون دل بخور. در دوره پیامبر اسلام چنین به قول شما صنفی داشتیم؟ بله همین. ما الان از منابع شیعه و از منابع سنی کلمه صنف رو از پیامبر میتونیم مستند با روایت صحیح که شیعه و سنی راجبش حداقل اتفاق نظر دارن به عنوان مباحث در اون دینی. پیامبر میفرماید که صنفانه دو تا صنف هستن، ان صلحا صلحت امتی. اگه این دو تا صنف سالم بودن و صالح شدن امت من سالم میشه، و این فسدتا فسدت امتی. بله. و این فسدا یکی الفقها والامرا. خود پیغمبر در زمان خودش اشاره ای دارد به فقها که بنابر نظر اهل سنت عمرا به گفته شما و هم عمرا. ولی جدای از این روایات که در مورد رسمیت دینه، شما معتقد هستید دین ضرورت هم داره کماکان، به دلیل اینکه دین بدون متصدی دین از نظر شما اصلا قابل فهم نیست، اصلا چنین چیزی وجود نداره. آقای شریعت مداری، شما این حکم رو قبول دارید که دین متصدی دین هم میخواد و به همین دلیل فقها به گفته ایشون لازمه ضروریه؟ حتی در جهان جالب روایت که ایشون استفاده کردن نشون میده که فقها و عمرا دو صنف بودن، بنابراین ولی فقیهی وجود نداشته. حداقل حضرت رسول تأکید کرده که فقها و عمرا باید سالم باشند و اشاره به دو صنف داره، نه فقهایی که حکومت کنند. بله اون بحث دیگری است که بهش خواهیم رسید. بله از این میشه این استفاده جنبی رو داشت. بله ولی ببینید وقتی یک دین متولد میشه همزادش دو ضرورت متولد میشه، یکی ضرورت تبلیغ، یکی ضرورت دفاع. ضرورت تبلیغ و دفاع یک صنف به وجود میاره که کارشون رو این در حقیقت قرار میدن، یعنی علمای کلامی و علمای تبلیغی. فقه یک پدیده بعدی است و معمولا در ادیانی متولد شده که تو قبائل متولد شدن. ادیانی که در شهرهای بزرگ متولد شدن مثل مسیحیت که متکی بر قوانین روم در روم گسترش پیدا کرد، مجالی برای فربه شدن فقه هم پیدا نکرد، برای اینکه قوانین چنان بودن که کلیسا مجبور شد قوانین خودش رو علاوه بر عهد عتیق کانون لاو، یعنی قوانینی که مرکزی، قوانین مرکزیت یعنی قوانین روم قرار بده. ادیان ایرانی و هندی هم در حقیقت درشون فقه فربه نشد، ولی یهودیت و اسلام که در درون قبائل شکل گرفتن، خب جامعه بعد از گسترش دین از این قبائل به قبائل دیگه و به شهرهای دیگه روابطی برای تنظیم مناسبات احتیاج داشت و این ضرورتی بود که فقه رو هم نه تنها متولد کرد بلکه فقه رو فربهترین قسمت دین قرار داد، برای اینکه ضرورت زمینی و این جهانی دین در حقیقت چنان قوی بود که باید در مقابل بیقانونی و ولی کار روحانیت از نظر شما احتمالاً فقط بست و تبلیغ یا تفهیم فقه نیست، شما گفتید تبلیغ هم میتونه کار این دورهای مختلف داشته دیگه. ابتدا که به متولد شده بخش کلام خیلی مهم بوده، برای اینکه منکران زیادی وجود داشتن، مخالفین وجود داشتن، رقبا وجود داشتن و هر دینی مجبور بوده که علمای کلامی داشته باشه و به خصوص دین بعد از اینکه وارد مرحله جدیدی هم تو مسیحیت شده هم در اسلام و اون عصر مدرنه، این قسمت کلامی ضرورت زیادی پیدا کرده. بخش تبلیغی موقعی که دین گسترش پیدا میکنه به جوامع جدید و این جوامع جدید میخواهند به این دین جدید یا رو بیاورند یا در مقابلش بایستند، بنابراین بخش تبلیغی و برای تنظیم مناسبات فقه به وجود میاد. هیچ دلیلی نیست که جوامع هرچی عوض بشن بخشهایی از جوامع این تقاضا رو نداشته باشند، بنابراین روحانیت ممکنه در اسم عوض بشه، خصوصیاتش عوض بشه، شکل سازمانیش عوض بشه، ولی مادامی که دین وجود داره روحانیت هم وجود خواهد داشت. پس شما هم فکر هستید با آقای مشکور مادامی که دین هست متصدی دین هم هست و به این ترتیب ضروری است؟ یعنی دین اجتماعی چیزی رو به وجود میاره
که وظیفه خودش رو این قرار میده و در حقیقت دین را به عنوان یک کالا میداند که باید هم از اون ارتزاق کنه و همون رو تبلیغ کنه و بنابراین یک صنف به وجود میاد. بله، ولی اون کارکردهایی که شما گفتید در جهان امروزی هم کماکان اهمیت داره، کلام، تبلیغ، اینها میتونه توسط کسانی که روحانی نیستند، معمم نیستند انجام بشه. در این صورت چرا باید به این صنف نیاز داشت؟ خب اگر فرض کنیم که جامعه یک جامعه متکثر، پلورالیستی و دموکراتیک باشه، البته این صنف رقبایی خواهد داشت که بدون چنین لباسی یا فرمی همون کار رو خواهند کرد. مثلا روشنفکران دینی که امروز در ایران هستند ممکنه چنین وظیفه‌ای رو داشته باشند، ولی به زودی پیچیدگی جامعه اون رو نه به عنوان یک هوبی، به عنوان یک شغل بر اونها نه به عنوان یک تفریح، نه به عنوان یک تفریح یا کار جنبی، و بنابراین روحانیت‌های متفاوت و خوانش‌های متفاوتی از دین خواهید داشت، فقط اسمشون عوض میشه. بله. بنابراین من فکر میکنم این آرزویی که این بخش از مسلمانان ایرانی و بعضا در جهان عرب هم داشتن که ما شاهد ادیانی بشیم که صنفی از اون هم ارتزاق نمیکنه، هم تبلیغ نمیکنه، هم شغل خودش قرار نمیده، با اندکی توجه به جامعه شناسی نشون میده که آرزویی در حقیقت متوقف در حد آرزو هست. بله. آقای پرهام، نظر شما چیه؟ آیا روحانیت شیعه کماکان ضروریه؟ ببینید، اگر در چارچوب دینی پرسش رو مطرح بکنید، من شنوندم و با کمال میلم گوش میدم، ولی اگر از این دنیایی چیز بکنید، مثلا مطرح بکنید، فرق میکنه. برای من رامین دین یک مقوله که برای من فیکشنه. داستان. یعنی چی فیکشن؟ یعنی داستان مردی که مثلا عصاش رو به زمین میزد اژدها میشد، یا داستان مردی که مادرش باکره بود خودش رو آب را میرفت، یا داستان مردی که سوار یک اسب بالدار میشد میرفت اورشلیم، اینا برای من فیکشنه، مثل هری پاتر. و ولی اینجا شنوندم به عنوان یک ایرانی و به عنوان اینکه علی، اگر پرسش رو اینجوری مطرح بکنید، چون صحبت‌های جامعه شناختی هم کردید، صحبت از تغییر جامعه ایرانی کردید، اگر در این دنیا و در مادیت و عینیت و واقعیت این دنیا مسئله رو مطرح بکنید، اونجا فرق میکنه. اونجا موضع من این است که روحانیت شیعه، دستگاه تشیع، یعنی حوزه های علمیه، یعنی بنیاد های مذهبی که ما الان در ایران داریم، و و و اقتصاد این روحانیت، دستگاه مالی این روحانیت، این نه تنها در ایران دیگه ضروری نیست که تبدیل شده به یک به نیروی بازدارنده عمده، یعنی نیروی بازدارنده که مانع از حل بحران میشه. و حل بحران از بحران ضرور... چیه به نظر؟ بحرانی که الان 40 سال دوچارشیم، بحرانی که از کشور ما یک کشور فلاکت زده ساخته. یعنی ما میزر ایندکس 10 سال پیش رو نگاه بکنید، ایران صد نشینه. میزر ایندکس یعنی شاخص فلاکت، فلاکت یعنی 12 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق. اگر فقر نسبی رو پیش از اینکه روحانیت به قدرت برسه، هم این نهاد، اگر بتونیم بگیم یک نهاد، به حداقل این صنف وجود داشت. بله. آیا معتقد هستید که از اون زمان تا حالا جامعه ایران چنان متفاوت شده که در بطن جامعه، منها اینکه یک حکومت دینی باشه یا نه، روحانیت لازم نیست؟ ببین، از اون زمان تا حالا یه اتفاق دیگه هم افتاده که نگفتید و فکر کنم مهمه. از اون زمان تا حالا 40 سال روحانیت قدرت مطلق داره، یعنی در چهارچوب حقوقی و قانون اساسی و در چهارچوب جوریسپرودانس، به اصطلاح رویه حقوقی و رویه سیاسی و رویه اجرایی این 40 سال گذشته، و عنصر ایدئولوژیک این نظام قدرت مطلق داره، در نتیجه مسئولیت مطلق داره. یعنی این که وقتی میگم این روحانیت الان در ایران دیگر ضروری نیست، که هیچ، به بازدارنده عمده تبدیل شده، و این روحانیت راه حل هم راحت پیشنهاد من این است که برون رفته، راه برد برون رفته از بحران کنونی ایران،
ایران این است که این دستگاه شیعه متعلق بشه به اون جغرافیایی که شیعه بهش تعلق داره. به هر حال شیعه یعنی میان رودان، یعنی عتبات، نجف و کربلا. این ایدم اصلا از زمانی در ذهن من شکل گرفت که بعدا روش کار کردم، نوشتم، گفتم. 12-13 سال پیش وقتی که حسین خمینی رو برای اولین بار من دیدم، دو بار چند ساعت با هم دیدار داشتیم، رابطه خیلی خوبی هم بین ما برقرار شد. حسین گفتش که من اصلا از قم بدم میاد، من اصلا در نجف و کربلا احساس دوستان من اونجان، همه چیز من اونجاست، شیعه اونجاست. و اونجا در ذهن من شکل گرفت که چیز این راه برون راه برد برون رفت از بحران ایران این است که دستگاه فقهی، دستگاه روحانیت منتقل بشه به عتبات، در اونجا واتیکان شیعه شکل بگیره. این هم به نظر من هم برای تشیع خوبه که این واتیکان شیعه شکل بگیره و در اونجا شکل بگیره، یعنی در ایران تعطیل شه. و هم در جهان امروز با تکنولوژی های امروزی، اینکه روحانیت شیعه از نظر جغرافیایی از قم به نجف یا کربلا یا به قول شما در منطقه میان رودان مستقر بشه، تفاوت چندانی نخواهد کرد اگر این دستگاه شیعی، اگر این سازمان شیعی در داخل ایران یک پیروانی داشته باشه. و مهمان های دیگه معتقد هستن که تا زمانی که دین هست، پیروانی هستن که نیاز به متصدیانی دارن که سوال هاشون جواب بدن. ولی ببینید آقای سیستانی، اگر اشتباه نکنم تحت نظارت شما، آقای سیستانی تشریف بردن به عتبات. ببینید این حرکت نمادین و سمبولیک ایشون معنی داره. اینطور نیست که چون امروز ما آیفون داریم در نتیجه و اینترنت داریم چیز نیست. نقل انتقال، منتقل کردن دستگاه شیعه به اون جغرافیایی که بهش تعلق داره، اولا اهمیت نمادین داره که بسیار با پیامدهای تاریخی ضرورت سیاسی داره. گفتم نهاد روحانیت شیعه الان به بازدارنده عمده تبدیل شده. آقای شریعت مداری، در حین صحبت های پرهام شما میخواستید صحبت کنید، چیزی داشتید بگید؟ من همدلی بسیاری با صحبت‌های آقای پرهام دارم، با این تفاوت که این دخالت روحانیت شیعه در حوزه‌ای بود که به اون تعلق نداشت و اون تسخیر قدرت سیاسی بود که ایران رو به این وضع انداخت، نه لزوماً اصل وجود روحانیت شیعه. من با راه حل ایشون هم مخالفتی ندارم، شاید راه حلی باشه که در آینده‌ای اگر فرض کنیم در ایران دموکراسی باشه، اینم یک راه حلی باشه. ولی ببینید اصولاً روحانیت چرا با این بحرانی مواجه شده که شما امروز میگید آیندهش مانند گذشتهش نخواهد بود؟ برای اینکه این دخالتی که در امر حکومت کرد در جامعه‌ای که یک گذار به دموکراسی در اون به وقوع پیوسته، علاوه بر اینکه اون رو مسئول همه کارهایی کرد که هیچ تخصصی در این حوزه ها نداشت و برای اون آماده نبود، وارد یک زیست بوم ناآشنایی کرد که تا حالا باش هیچ الفتی نداشت. دین زاییده و پرورش یافته محیط های استبدادی با روابط اقتدارگرا و جوامع بسته بود، برای دین اسلام رو میگم، و الفتی با زیست بوم دموکراسی نداشت. حالا با جامعه‌ای سر و کار داره که جامعه به تدریج متکثر میشه، جامعه به تدریج داره بخش مدنی خودش رو به وجود میاره. ولی وقتی آقای شریعت مداری، وقتی شما میگید با راه حل آقای پرهام مشکلی ندارید، دارید زمانی رو تصور میکنید که حکومت در ایران دینی نیست و فکر میکنید در اون صورت ممکنه روحانیت شیعه رو وادار کنن کوچ کنه به نجف؟ آیا خود همون اون دخالت در امور مدنی دیگران نیست؟ یعنی یک دولت غیر دینی در ایران خواهد توانست وادار کنه روحانیت شیعه رو بلند شه بره در نجف مستقر بشه؟ نه، لزوماً وادار کردن نیست. من گفتم مخالفتی با اون ندارم. شایدم ببینید کلیسا بعد از اینکه از قدرت ساقط شد، داوطلبانه قدرت خودش رو محدود کرد به واتیکان و قرارداد نوشت با حکومت‌های اون موقع. بله. و این قراردادها طوریه که مثلا در
فرانسه سکولار هنوز دولت به مدارس دینی پول میده. بله. مال در آلمان مالیات کلیسا وصول میشه و به کلیسا داده میشه. امتیازاتی گرفت، امتیازاتی داد. مسئله اون را حل نیست. آیه مشکور. ببینید من خیلی تلگرافی عرض کنم، این که اون حدیث من ایشون حاشیه زدن که صنفان من امتی که امارت و فقاهت با هم میسازه، این از لحاظ عقلی، از لحاظ فلسفی و از لحاظ واقعی به اصطلاح قابل قبول نیست. چون اولا که مثلا اینا امانت الجمع نیست از لحاظ منطقی، میتونه کسی امیر باشه و فقیه هم باشه، به ویژه که علما رو منظورتونه، فقها و علما با عمرا، به ویژه که مثلا در زمان علی ابن ابی طالب ایشون به ابن عباس که فرماندار ایشون در مکه بودن بهشون میگه مثلا که برو اونجا فتوا بده، در حالی که حاکم است و فرماندار هست بهش میگه مثلا افتن المستفتی و علم الجاهل، کم تعلیم است، هم افتاح هستش و هم قضاوت هستش و هم امارت. این یکی. ایرادهای دیگه ای که گرفتن و مربوط به بحث برنامه نظرتون چیه آقای مشکور؟ اگر روحانیت هویتش فهم دین هست و فهماندن و ارائه یک فهم درست از دین هست و اون که عرض کردم هدایت انسان‌های مؤمن و متدین به سوی اهداف قرآنی، قرآن یک هدف گذاری کرده، انسان دنیاش به دوری باشه، اگر کار روحانیت اینه ربطی به در قدرت بودنش نداره، ربط ذاتی نداره، ولی روحانیت بر اساس تئوری‌های جدید وقتی که فساد رو به شکل گسترده دید، ظلم و بی‌عدالتی رو به شکل گسترده دید، وقتی حاکمیت جابر و جائر و ظالم و مستبد باشه، حرف از اخلاق و معنویت و عدالت زدن فقط شعر است و شعار است. لذا روحانیتی که در ایران مرحوم خمینی اقدام به تأسیس حکومت کردن، نظریه ولایت فقیه مطرح شد، برای استفاده از فرصت‌های عمومی که روحانیت شیعی که باید در متن زندگی باشه، چون دین اسلام و قرائت شیعه در متن زندگی بوده، حالا ادبیات تاریخیش کار ندارم، از این فرصت استفاده کنه. اونی که من با خیلی شاید تفاوت نظر داشته باشم اینه که نگاه ما به حکومت، دولت، اقتصاد اینا عرضی بود برای استفاده به اون اهداف قرآنی. اگر ما در دولت و حکومت و این عرصه‌های جدید وارد شدیم و موفق شدیم که امر هدایت مردم را، تربیت مذهبی و معنوی مردم را رشد بدیم، ما در گرفتن حکومت، در تأسیس حکومت موفق بودیم. اما اگر مثلا جای ثابت بشه که نه، ما مثلا در یک زمانی بوده که ولی حکومت نداشتیم موفق تر بودیم، پس ورود ما در عرصه حکومت درست نبوده. کارنامه روحانیت شیعه در طول تاریخ از قرن اول، دوم تا قرن چهاردهم در مثلا گرایش عقلانی، در خدمات اجتماعی، در مبارزه با استبداد، راجب این چند دهه اخیر، در چند دهه اخیر باز من عرض میکنم که برداشت شخصی خودم اینه که روحانیت نهایت نمره قبولی میگیرن، یعنی با تأسیس حکومت و حضور در ریزش ها داشتن، ولی که رویش ها هم باید دید. بله. من بران مثال عرض میکنم، شما ببینید وقتی میگین روحانیت سرمایه اجتماعی شو از دست داده، تو مثال بزنید. یک مثال در زمان جنبش تنباکو، نهضت تنباکو، فتوای مرحوم شیرازی بزرگ، اون سرمایه اجتماعی روحانیت من ازش صحبت کردم، این چندین همین میخوام مقایسه کنم که چند انتخابات اخیر در ایران نشون داد که اونهایی که اکثریت اونهایی که رأی میدن به حرف کسی که در رأس حکومت دینی گوش نمیدن. ببینید اولا من عرضم اینه که ببینید مثال جای دیگه میزنم به این به اینم میرسیم. بله. ببینید اگر یک زمان مرحوم شیرازی بزرگ فتوا میده در داخل قصر زن پادشاه هم چلمشو میشکنه، مثل اون سرمایه الان ما داریم با یک پدیده به نام داعش، با هم پدیده داعش ما دوچار شدیم، همه منطقه رو آسیب زده، همه دنیا رو داره تهدید میکنه، ولی آقای سیستانی فتوا میده، یک بسیج میلیونی ایجاد میشه. آیه بله، این نکته مهمیه، این سرمایه الان وجود داره. بله. آیه پرهام، ایشون میگن که شما مثالهایی رو برمیگزینید که به نفعتونه، ولی مثالهای دیگر رو نمیبینید، از جمله اعتباری که آیت الله سیستانی داره، اون سرمایه اجتماعی که ایشون داره. من به سرمایه اجتماعی که فقط منحصر به عراق هم نیست، در ایران هم اعتبار داره. گفته میشه که وجوهاتی که آیت الله سیستانی میگیره در ایران بیشتر. از طریق ایران بیشتر از دیگر در محافل مذهبی. خب ببینید من به اعتبار آقای سیستانی گفتم، من حرکت آقای نمادین آقای سیستانی معنیدار بود و من موافقم، یعنی آقای سیستانی بسیار کار خوب و شایسته و درستی کردن که رفتن به عتبات و میگویم که بقیه دستگاه شیعه باید همین راه رو بره و باید و میگویم که اصلا این عنصر اگر نره، یک حکومت غیر دینی میتونه تحمیل کنه این رو به اینها که شما بلند شید از این مملکت برید. اگر اون حکومت غیر دینی رو منظورتون مثلا
هم فکر منه یا مثال میزنم اگر اون حکومت غیر دینی منم بله من شما... اولین کاری که بکنم تحمیل رو به اجبار کوچ خواهید بله به اجبار یک پیشنهاد غیر دموکراتیکه اگر ما در گفتمان مردم سالار صحبت میکنیم من یک هویت خاصی دارم زبان خاصی دارم ادبیات خاصی دارم مذهب خاصی دارم شما با من چطور میتونید به کدام مبنای حقوق بشری منو از سرزمین پدری خودم کوچ بدید به خاطر که من مذهب متفاوت یا دیدگاه سیاسی متفاوت باشم اصلا من غیر دموکراتیکه بله من نقد خودم رو به دموکراسی هم دارم ببینید من وقتی از ضرورت صحبت میکنم از جمله از ضرورت اینکه دستگاه تشیع باید منتقل بشه به عتبات و در اونجای واتیکان شیعه بگیره به خاطر اینکه به ضرورت اعتقاد دارم نه به متافیزیک حالا این متافیزیک میخواد متافیزیک دینی باشه میخواد متافیزیک دموکراتیک باشه یعنی متن یکی از متون پایه لیبرالیسم دموکراتیک بیانیه استقلال آمریکا باشم بازنویسی شده بر اساس دستاوردهای علمی امروز یعنی دستاورد بیولوژی آنتروپولوژی نوروکاگنیتیو ساینس فلان و این متن بازنویسی شده هیچ ربطی دیگه به اون متن 200 خورده سال پیش نداره اون متن 200 خورده سال پیش متافیزیکه اینه که من میگم ضرورت وقتی میگم از ضرورت یعنی ببینید قدرت مطلقه 40 ساله مسئولیت مطلقه میره روحانیت شیعه مسئول وضعیت فلاکت بار ایران امروزه روحانیت شیعه بازدارنده اصلی نجات ایرانه در نتیجه آقای پرهام به هر حال قشری در جامعه ایران ممکنه احساس نیاز کنه به این متصدی دینی شما به اونا چه خواهید گفت؟ بهشون خواهم گفت اولا متصدیان دینی در چیز هستن در عتبات هستن و کسی مثل واتیکان خیلی ها میرن در اونجا برای مناسک اگه بخوان بگن ما پیشنماز میخواییم جوابتون بهشون چه خواهد بود؟ میتونن پیشنماز داشته باشن کسی با پیشنماز داشتن یا پیشنماز نداشتن چیز مشکلی نداره مشکل آنجاست که ببینید قدرت مطلقه مسئولیت مطلقه میاره شما گفتید آقای خمینی از کارمندان دین صحبت کردن مسئله بسیار فراتر رفت حتی از کارمندان دینی امروز برخی از تحلیلگران از کومینترن شیعه صحبت میکنند وقتی که جغرافیای تولید فقه و علم و دانش تفاوت پیدا میکنه خروجیش هم تفاوت میکنه مرحوم مطهری دیدگاه خاص داره و خیلی هم شاید اینم اون که روحانی که شهری هست تا روحانی که دهاتی هست روحانی که با امکانات و بدون امکانات رشد میکنه خروجی فتواش هم فرق میکنه وقتی شما پیشنهاد میکنید که به اصطلاح از جغرافیای فرهنگی تمدنی خود شما که میخوان به اصطلاح معناگرا باشن مذهبی باشن و مؤمن باشن اینها واگذار کنن امر دین و ایمان و این گزاره ها رو به یک جغرافیای دیگه که از زبان از ادبیات شاید از پیشینه تاریخی متفاوت باشه طبیعتا اونی که خروجیش هست فتواش هست تجربهش به تعبیر شما و همه چیز متفاوت اون چیزی که به اصطلاح در جامعه ایران یا افغانستان جای دیگه میخوان این اولنش دوما این که میگید به اصطلاح روحانیت موفق نبوده خب اینو به اصطلاح باید ما مراجعه کنیم به آرای عمومی به آمارها بگیم به اصطلاح ایران در پرتگاه سقوط هستش باید ببینیم نه به اصطلاح این واقعیت نداره من برای شما عرض میکنم ببینید میفرمایید که مثلا مردم از روحانیت زده شدن اون فتوای آقای سیستانی و اون بسیج میلیونی رو یک طرف بگذارید همین انتخابات شما گفتید ببینید بعد از 40 سالگی رژیمی کشوری دولتی حاکمیتی که روحانیت نقش جدی اونجا دارن خروجی انتخابات چی بود؟ انتخاباتی که هیچ کس نمیتوانه بگه که او جعلی بود، تقلبی بود، شفاف بود، خیلی هم جدی بود و خیلی هم رقابتی بود. نهایت رقابت اصلی بین دو کسی بود که دوتایش باید روحانی بودن. آقای رئیسی و آقای روحانی. و بعد خروجیش هم 24 میلیون نفر 24 میلیون نفر باز به کسی که نامش هم روحانی است باز همون رأی میده این یک نکته سوم اینکه شما فرمودید که مثلا مردم با این رأیاشون میخوان ثابت کنن اونی که بالای نظام هست رأی منفی بودن این برداشت ما هستش واقعیت این نیست به ویژه کسایی که در جبهه اصولگرا هستن این خبط همیشه میکنن مثلا همیشه اصولگرا چه احمدی نژاد چه آقای رئیسی کسای دیگه خودشون رو مساوی با مثلا اون کسی که در رأس نظام است معرفی کردن این غلط این چیزی نیست ببینید کاملا غلطه اولا... اگر بگیم رئیسی رأی نورد حتما مثلا آقای خامنه ایش کس خورده بلد. نه آقای خامنه ای به اقتدار رسیده کشورش حفظ کرده نظامش حفظ کرده و در خارج مثلا این امام چامسکی میگه نه مثلا اصلا ایشون برنده بود اولا آقای رامین عزیز طرفدار یک نوع سکولاریسم اقتدارگراست من شدیداً با این مخالفم من طرفدار یک سکولاریسم بر مبنای دموکراسی هستم این تفاوت من با ایشون و به هیچ اجباری من جنبه ضرورت نمیدم جنبه اقتدارگرایی تام میدم
نسبت به صحبتشون اگر امروز روحانیت در انتخابات دو شخصیت اصلی روحانیان، نتیجه هنر شورای نگهبان هست، نتیجه فیلتر کردن افرادی است که لباس روحانی ندارند و اغلب اونها رو نمیگذارن حزب داشته باشن، نمیگذارن فعالیت سیاسی داشته باشن، نمیگذارن در فعالیت‌های اجتماعی دخیل باشن، جاشون زندان شکنجه میشن. این که امروز جامعه ایرانی در یکی از بدترین اوضاع خودش به کار میبره، اگر آقای سیستانی محبوبیت داره برای اینکه ضد ولایت فقیه، برای اینکه در هیچ جنایتی دست خودشو نیالوده، برای اینکه ایشون بله ایشون فقط آقای شریعت مداری دیدگاهشون راجع به ولایت معلومه رابطه‌شون بله اجازه مشخص آقای شریعت مداری. دیگه از نتایجی که از صحبت‌های آقای مشکور میشه گرفت اینه که ما نمیتونیم در مورد آینده روحانیت بر اساس صرفا این چند دهه تصمیم گیری کنیم، برای اینکه پیش از این هم روحانیت متصدی دین بوده و حتی اگر حکومت دینی در ایران نباشه باز هم متصدی دین خواهد بود. خب این اشکالی که من با سوال شما دادم، ضرورت عقلانی و ضرورت اجتماعی اصلا دو چیز متفاوت. ضرورت اجتماعی معناش اینه که بخش‌هایی از جامعه در یک جامعه دموکراتیک پلورالیستی تقاضای وجود روحانیت نداشته باشند، هیچ بخش، یک چنین چیزی نه قابل تصور نه قابل تصدیق. بخش‌هایی از جامعه همواره به یک نوعی روحانیت نیاز خواهد داشت، با اون روحانیت پیوند خواهد داشت و روحانیت در طول تاریخ پر فراز و نشیب خودش آموخته تطابق حداکثری داشته باشه. خب اینجا با هر محیطی به نوعی سازگار باشه، خانشی جدید از دین، خانشی جدید از سازمان خودش و خودش رو تطبیق بده. در آینده هم تطبیق خواهد داد، ولی این به این معنی نیست که در حقیقت مختصات عمومی روحانیت امروز وجود خواهد داشت همچنان و همچنان در موضع قدرتی خواهد بود که امروز خواهد بود. همه چیز تغییر خواهد کرد. بله، این تغییری که ممکنه باعث بشه که روحانیت خودش رو تطبیق بده با مقتضیات جامعه امروزی چی هست؟ در میان خود روحانیون در این زمینه نظرات رادیکال هست. مثلا مرتضی مطهری معتقد بود که به گفته خودش ارتزاق روحانیون از مردم مایه عوام‌گرایی خواهد بود. آیا روحانیت باید به سمتی بره که از حالت صنف متشکل از اعضایی که تمام وقت به این شغل اشتغال دارند خارج بشه به نظر شما؟ اون بحثی که در دهه 40 راجع به ارتزاق و معیشت روحانیت و کانال وجوهات مطرح بود، مربوط به آقای مطهری تنها نبود، رحمت الله علیه، مرحوم آقای بروجردی، بزرگان حوزه این آسیب رو می‌دیدن، احساس می‌کردن که گرفتن وجوهات توسط روحانیت به شکل مستقیم از مردم به شکلی به اصطلاح شاید در بعضی مقاطع روحانیت رو وابسته یا یک جوری به اصطلاح علاقمند و مرید و غیر و ذلک بسازه. آقای مطهری نمیگه شاید، میگه چنین شده. چنین شده. بله. من معتقدم که سه تا مدل کلا برای در طول تاریخ برای مثلا ارتزاق روحانیت برای به اصطلاح گذران معیشتشون وجود داشته، میتونه به اصطلاح هر سه تاییش به اصطلاح چالش‌هایی داشته باشه. چه از طریق وجوهات، چه از طریق دولتی که الان ایشون هم فرمودن در همه جایی مثل عرف هستش به شکل مستقیم و غیر مستقیم اونا که از اشتویر عبد سن میکنن. بله. این فرم هست، در زمان شاه هم بوده به شکلی، مثلا قبل در زمان صفوی هم بوده، در زمان قاجار هم بوده، حمایت هایی بوده. بله. شکل سوم چه بود؟ شکل سوم مثلا اون خودگردانی و خودکفایی اقتصادی هستش که ما اینم باز مثلا در یک زمانی داشتیم، مثلا ملای شفتی رحمت الله علیه که خب یک داستانی داره، یک نمونه عجیبی هست. ملای شفتی کسی بود که چنان ثروتمند شد. بله. که دولت مرکزی ناچار شد اصفهان رو محاصره کنه، برای اینکه شده بود عملا یک حاکم فوق العاده قدرتمند از محل فعالیت های اقتصادی. بله. اون هم ببین هر کدومش آسیب داره. من میخوام قضاوت داوری نکنیم، میخوام بگیم یک نمونه خودگردان دیگه پولاد کدام آسیب داره. من میخوام بگم به اصطلاح هیچ کدامش به شکل مطلق نمیتونه و معصوم بمانه، یعنی اگر ما رابطه‌ای، ولی هر کدومش میشه مدیریت کرد. مثلا الان در مرجعیت ما مدیریت میشه آقای سیستانی، آقایون دیگه، اینا به شکل مستقیم وجوهات رو از تاجر نمیگیرن که تا تاجر در فتوایشون تاثیر بگذاره. بله، اینا تجمیع میشه در تجمیع جای. اینجا یا بله. همچنان در دولت معیشتش باید از طریق مؤمنین بگذرد، معیشتش نمیتونه از جانب منابع ملی ایران باشه به هیچ وجه.
و حتی فراتر. ببینید حالا اگر اون کار رو عراق مثلا بسیا در یک دوره این کار رو کردن، مثلا علمایی که به اصطلاح ایرانی بودن از عراق اینا رو به اصطلاح یا اخراج کرد یا اینکه اینا رو محدودشون کرد. خب همین دیدگاه شما رو با یک فرم دیگه میتونه مثلا عراقی ها داشته باشن، جای دیگه داشته باشن. اون چیز ببینید، من بحث تو بحث میاد و در گفته های شما نکات بسیاری هست در رابطه با انتخابات گفتید، در رابطه که من قبول ندارم. ببینید اگر واقعا میخواید انتخابات برگزار بکنید در ایران بهترین، بله بحث انتخابات رو بذاریم کنار، راجع به معاش روحانیت بود. اگر این صنف بخواد صنف بمونه چجوری باید خودش رو سرسامان بده؟ از طریق منابع ملی ایران نمیتونه باشه. یعنی ببینید، میخواستم همینجا مثال بزنم، ببینید اگر بذارید کار به قول معروف بیخ پیدا بکنه، ممکنه همون شرایطی پیش بیاد که در دنیای کاتولیک هم ما شاهدش بودیم. ببینید اونجا کشیش کشی را افتاد و اونجا کار به جایی رسید که تمام دارایی های منقول و غیر منقول کلیسا رو ملی اعلام کردن. من خودم معتقد به این قضیه هستم، یعنی تمام دارایی های منقول و غیر منقول روحانیت در ایران باید ملی بشه. روحانیت باید حتی به زور هم که شده منتقل بشه به عتبات. اینجا بحث خشونت فیزیکی در کار نیست. وقتی میگی زور، عملا خشونت، اگر یک کسی بگه من میخوام تو خونم بمونم، توی نمیدونم حوزه ای که، ببینید داروش کریمی عزیز، آرون و شاگردش گروکسمن، فیلسوف فرانسوی بود که پارسال درگذشت، رفته بودن در سال 70 کاخ الیزه که ویزا بگیرن برای اونایی که اون موقع بهشون گفتن بوت پیپل، مایگرنت ها، مهاجرای امروز. 700 800 تا بیشتر ویزا نتونستن بگیرن و داشتن برمیگشتن. گلوکسمن به آرون که چند سالی به آخر عمرش باقی مونده گله کرد که ما بیشتر نتونستیم بگیریم. آرون بهش گفتش که لیستواغ تراژیک، تاریخ تراژیکه. ببینید فردا با من آدمی هستم اهل خشونت فیزیکی نیستم، ولی تاریخ تراژیکه. کارنامه روحانیت کارنامه هولناک است، سیاهی است. اصلاح روحانیت در عتبات، بله، در واتیکان شه، بله، ولی به هزینه کی؟ به هزینه ایران دیگه نمیتونه باشه. آقای شریعت مداری، شما که معتقد هستید روحانیت به عنوان متصدی دین باقی خواهد موند در میان به گفته خودتون گروه های دیگه که ممکنه به شکلی تصدیگری کار دینی بکنن، آیا قبول دارید که تکنولوژی های جدید کمک میکنه که بسیاری از این احتیاجاتی که مؤمنین داشتن رفع بشه؟ شما میتونید در لندن بنشینید و یک مرجع تقلید داشته باشید و سوالتون رو اینترنتی بپرسید. لازم نیست این در شخص در لباس یک روحانی نزدیک شما باشه. شما میتونید برداشت دینی داشته باشید که اصلا در این برداشت واسطه‌ای به نام روحانیت یا دستگاهی به نام روحانیت جایی نداره. تجربه دینی داره اهمیت پیدا میکنه، همینجوری که در جهان غرب اهمیت پیدا کرد. آیا اینها نمیبره به سمتی که احساس کنه این تصدیگری دیگه نیازی بهش نیست؟ من این احکام قطعی و صدوری که فقط یک نتیجه داده همیشه به شک دادم. جامعه پلورال انواع و اقسام اینا رو تولید میکنه. بخشی از جامعه حتی مثل قبل دیندارهایی خواهند بود که کلیسا نخواهند داشت، اصلا به روحانیت احتیاج میگن نداریم، خودشون ارتباط با خودشون. بخشی خواهد بود روحانیت همون چیزهایی رو که مدیای جدید به ضررش هست به نفعش هم هست. الان بیش از 120 کانال مذهبی داریم که با مراجعین بسیار زیاد. اگر روحانیت تو ایران ضعیف شده در دوره فعلی، برخلاف اون در نجف و جاهای دیگه روز به روز داره قوی میشه و مشتریای جدیدی در سراسر دنیا دست میاره. آیا اون چه که آقای شریعت مداری در مورد کلیساهای مختلف در غرب میگه نشون نمیده که متصدیان دین و سازمانهاشون میتونن بمونن در هیئت محافل، جوامع و نهادهای مدنی و لازم نیست اینها رو به اجبار کوچ داد به یه مملکت، به یک سرزمین دیگه؟ دستگاه یعنی حوزه علمیه، بنیادهای مذهبی و شیعه در ایران باید تعطیل بشن و کوچ داده بشن به عتبات. مسجد، شما وقتی میگید مسجد فلانه، مسجد ایران خالی است. ببینید شما هر نظارگر، خب شما فرض کنید این مسجد در آینده یه عده‌ای میرن توش متصدی میخوان، اینا رو کجا میخواید؟ اینا خواهند بود یا نخواهند بود؟ اگر مسجدی پر شد، متصدیش هم از عتبات واتیکان شیعه تعیین خواهد کرد که بیان ایران خواهد داد. ببینید جناب اگر پر شد، شما اگر پر شد
آخه شما دارید از مساجد خالی صحبت میکنید. شما زاین دیر وقتی هست که به مساجد نرفتید. نه تنها مساجد ایران و افغانستان و پاکستان که پر هست، من آمار دقیق به شما میدم. قبل از انقلاب اسلامی، قبل از انقلاب اسلامی شما غالب مردم چیزی به نام اعتکاف نمیشناختن. فکر میکردن در یک صومعه ای، در یک دیری. الان اعتکاف دانشجویی وجود داره. از یک ماه پیش ثبت نام میکنن برای اینکه جوانان برن دهه آخر ماه مبارک رمضان 10 روز اعتکاف کنن، جوانان دانشجو. این در زمان قبل از نظام روحانی بوده. نه، الان معنویت به مراتب از زمان شاه بیشتر رشد کرده. این سیاه‌نمایی قابل قبول نیست. خود مقامات دارن اعتراف میکنن که این جامعه بسیار فاصله داره از اون چه که ما در نظر ببینید. اعتراف بعضی از مقامات در حوزه انتخابات برای سیاه‌نمایی، برای خرد کردن رقیب یک بحث است. مقامات در حوزه انتخابات نیست که این رو میگن. پیش از انتخابات، بعد از انتخابات و مقامات منتخب اینو نمیگن. مقامات اصلاح طلب هم اینو نمیگن. خود اصولگرایان میگن. ببینید بعضی از اصولگرایان، حالا من نمیخوام موضوعی مصداقی راجع به فرد خاصی مطرح بشیم، حرفی زده در نماز جمعه، یک آمارای مثلا خاصی رو مثلا فلان خطیب جمعه مثلا در فلان زمان مطرح کرده، در تهران فلان خبره، در مثلا قم فلان خبره، در مشهد فلان خبره، بعد همون کسایی که مثلا آمار رو بهش دادن، بعد ما آمار رو اشتباه دادیم. این آمارایی که به شما دادیم آمارای علمیه، مثلا میدانی درست حسابی نبوده. شما معتقدید در جامعه ایران معنویت افزایش پیدا کرده؟ قطعاً. اعتبار اجتماعی، نه تنها ایران، سرمایه اجتماعی رو خب راجع به ایران فقط صحبت نکنیم کرده. من میخوام بگم که روحانیت کلیسایی، روحانیت مسلمان سنی، روحانیت مسلمان سلفی، روحانیت مسلمان صوفی، روحانیت مسلمان شیعه اثناشری، من احساسم اینه که با امکانات جدیدی که در اختیارشون قرار گرفته، تکنولوژی‌های جدید، الان معنویت رو در غرب احیا کردن. چنین آقای شهرمند، نه فقط افغانستان، پاکستان، ایران و در عراق. بله. بله، ایران یک استثناست. در ایران همه آمارها نشون میده که مرجعیت روحانیت از درجه یک اجتماعی در قبل از انقلاب به درجه 16 هم تقلیل پیدا کرد. چرا 16 هم؟ چه کیا هستن پیش از این؟ یعنی اینو چه کسی گفته؟ اساتید دانشگاه، جامعه شناسانی که در ایران هستن، در حکومت جمهوری اسلامی سمت دارن و تحقیقاتشون نشمید. یعنی مراجعه به روحانیت به عنوان گروه مورد اعتمادی که سرمایه اجتماعی داره روز به روز تو ایران کاری، ولی در دنیا اینطور نیست. بحران هویت ناشی از جهانی شدن دو المان یا دو پایه اصلی داره، یکی مذهب هست و یکی ناسیونالیسم، و هر دوی اینها در بخش‌های حاشیه‌ای جوامع رو به ازدیاد، و بنابراین در جهان شما همچنان که بخش‌هایی رو پیدا می‌کنید که در حقیقت جهان وطن میشن، بخش‌های دیگر رو هم پیدا می‌کنید که بازنده جریان جهانی شدنن و به جایی میخوام پناه ببرن که هویت قبلی رو حفظ کنن، و یکی از اون جای مطمئن مذهبه. خیلی ها معتقدن که روحانیت سنتی به عنوان مرجع میتونه عامل جلوگیری از بروز پدیدهای مثل داعش باشه، و میگن اگر در شیعه ما کمتر داعش و اشکال مختلف داعش گونه داریم، دلیلش همینه، یک روحانیت سنتی داریم. چنین چیزی میشه پذیرفت؟ به این ترتیب روحانیت میتونه با این حاشیه که روحانیت شیعه زودتر داعش خودش رو به وجود آورده، و در ایران کاری رو که داعش بعدها کرد، سال 67 با کشتار بسیار وسیع، داعش چه کاری کرده که روحانیت ایران نکرد؟ روحانیت ایران رفوزه است در امتحانی که داده. اونهایی که این صحبت رو میکنن منظورشون روحانیون سنتی در قدرت نیست، منظورشون روحانیون سنتی مثل پدر شما. گفتم در حاشیه این درسته، یعنی روحانیت سنتی اگر به تقسیم حکومت و جدایی به مساجدش بازگرده، به امور معنوی برسه، خب پناهگاهی است برای عده‌ای که خودشون رو بازنده این تحولات سری می‌بینن، درش آرامش حس نمی‌کنن. ببینید اصولاً این که مذهب قدیمی‌ترین پدیده تاریخ و مونده، نشان دهنده اینه که ضرورت وجود مذهب هم مونده دیگه. آیه. هر چیزی که بله. ضرورت نداشته باشه لزوماً حذف میشه. هر چیزی که ضرورت نداشته باشه لزوماً حذف میشه، بنابراین نیازی نیست شما با اون گفتید به زور و با قدرت این رو برید به سمت حذف. چرا بعضی وقتا باید کاتالیز کرد؟ چون گفتم بهتون ببینید باید یک تفاهمی از مارکس زایمان تاریخ معتقد میخواد چون از دولت مطلقه سکولار در واقع دفاع میکنید. ببینید من گفتم به معجزه اعتقاد ندارم،
فردا در ایران در فردای این حکومت مطلقه شیعه در ایران شما یک شبه نمیتونید دموکراسی درود بکنید، دموکراسی لیبرال درود بکنید. یک دوران گذاری خواهد بود که اون دوران گذار باید بحران‌های مجموعه پیچیده از بحران‌های بسیار حاد رو حل بکنه. راه حل پیشنهادی من راه حلی است که میتونه به این راه برد خروج برون رفت از بحران کمک بکنه. یعنی اگر شما به ترتیب یه دوره ترمیدور بعد از جمهوری اسلامی اعتقاد دارید، این ترمیدور میتونه اتفاقا خیلی ها از همین این وحشت دارن، میگن بعد از جمهوری اسلامی میتونه یه دوره و نه شما وحشت پیش از ترمیدور نماینده چنین طرز فکری نخواهید. ببینید دوره ترور دوره وحشت پیش از اون بود. من معتقدم که اگر رسپیر هم بنده جان لک فرقشه. نه 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 آخه شما چجوری میتونید به من بگید من رسپیر در این حرف هم میزنید؟ نه نه، من فکرم مثلا شما میخواید بگید من مثلا مشاور بناپارت یا فلان اینجوری روبسپیر آخه نه بله چیز. ببینید اگر راه حلی برای این بحران، گفتم اون بحثایی که شما مطرح کردید این یه پرگار دیگه است، یک برنامه دیگه است، موافق نیستم ولی اینجا جاش نیست. اگر این بحران حل نشه اون وقت کار به جاهای باریک خواهد کشید. بله آقای مشکور، پیش از پایان برنامه حتما باید از شما پرسید که با ارجاعاتی که شما دادید و در فهوا نقدی که داشتید بعضی از عملکردهای روحانیت شیعه، معتقد هستید که باید تغییرات جدی در روحانیت ایجاد بشه، اصلاحات جدی باید ایجاد بشه؟ اون اصلاحات چیه که باعث خواهد شد که البته شما معتقد نیستید سرمایه اجتماعی روحانیت کاهش یافته، ولی اون اصلاحات چیه که باعث خواهد شد این سرمایه اجتماعی کماکان در حد اعلا باقی بمونه؟ قطعا نهاد روحانیت، صنف فقها، علما، کسانی که کارگزار دین هستن، کارمند این داستان هستن، معصوم نیستن. در دولتداری و در همه امور خود میتونن ناموفق هم بوده باشن. بس اینه که تحول در ساختار آموزشی حوزه، در ساختار اداری حوزه، نه فقط در حوزه سخت افزار. مثلا در یک دهه بعد انقلاب اومدن گفتن به اصطلاح سخت افزار عوض بشه، از متن درسی تا ورود کامپیوتر. همون دوران بعد سنتگراها در قم در نجف مقاومت کردن. حالا ما بحث ما عدم چی باید عوض شاقیه؟ ببینید ما یک بحثای در داخل خود حوزه مطرح هستش بین مکتب قم، بین مکتب نجف. این به اصطلاح به تاریخ 1000 ساله برمیگرده. چی باید عوض شاقیه مشکل در نهاد روحانیت، در صنف یا سازمان روحانیت؟ ببینید موضوعات مختلفی هست. اگر خواسته باشیم که آسیب‌ها رو بشناسیم و اونایی که اولویت هست چه چیز باید عوض شه، یعنی شما چه اصلاحاتی؟ یکی بحث انفعال گفتمانی است که باید عوض بشه. روحانیت چه قبل از حکومت چه بعد از حکومت دائما گفتمان‌هایی که سیاست و دولت و حوادث منطقه ایجاد می‌کنه پس از اون فتوا میده و حرکت می‌کنه، توجیه می‌کنه یا مثلا محکوم می‌کنه. انتظار میره که از این حالت انفعالی به حالت فعال حرکت بکنه. ما در عرصه جهانی شدن روحانیت شیعه به عنوان حداقل در حوزه ادیان، یعنی بین به اصطلاح مونوتئیست ها، اینها به اصطلاح رسالت روحانیت شیعه که ملا صدرا رو با خودش خب داره. خب اینجا میگید که گفتمان برای احیای تفکر عقلانی. بله. یعنی تا حالا شما منفعل بودید، از این به بعد باید فعال بشید. ببینید فعال به معنی بود که ما همیشه در برابر شبهات، در برابر ادعاها در حال دفاعی داشتیم. ما یعنی حالت مثلا تبلیغ به معنی به اصطلاح ارائه یک فهم مناسب با زبان قوم، که ما تعبیر داریم میگیم زبان قوم گفتن نه زبان قوم، با زبان قوم که هم به اصطلاح تکنولوژیش به اصطلاح مدرن باشه و هم به اصطلاح محتواش، چون خیلی وقتا نمیشه که مثلا ما با تکنولوژی مدرن بخوایم به اصطلاح نرم افزارهایی رو که اصلا دیگر چه چیز باید از شاقی مشکل. گفتمان منفعل باید بشه گفتمان فعال، که برداشت ایشون البته سوال به جایی است. این است که منظور شما این است که تا حالا ما در حالت دفاعی بودیم، از بعد در حالت تهاجمی باشیم، که اون بماند توضیحش. دیگر چه چیز باید عوض شه اگر قرار روحانیت در یک جامعه امروزی کماکان ادامه حیات بده؟ روحانیت هویت مردمی داشت خب و باید داشته باشه. بوروکراسی وارد اداره شدن یکی از آسیب هایی که به روحانیت رسان، که شاید شبهات بعضی از دوستان و خیلی از بیننده ها و شنونده وارد باشه، اینه که بخشی از روحانیت وقتی متشبث امر اداره و حکومت و اجرا شدن
و چه بسا که بعضی از اینها در امر هدایت و تبلیغ و تربیت موفق نبودن و بعد چه بسا که آسیب هم زدن. به اصطلاح وقتی آمار غلط میده، وقتی گفتمان خشونت رو ترویج میکنه، وقتی که خدمت شما میکنم که توجیهگر مثلا یک روش غلط میشه که دیدیم ما مثلا در فضاهای مختلف روحانی بود دارای فتوا بود که مثلا عمل کرده غلط یک فردی رو مثلا انتخاب یا عدم انتخاب یک فردی رو با دین گره زد، مثلا در یک دوره رئیس جمهوری میخواست انتخاب بشه، انتخاب اون رو به عنصر مهدویت به این آسیب زد. ما معتقدیم مثلا اون فهم معرفت دینی ناب پاک رو فیلم نباید با متغیرهای سیاسی قاطی بکنیم. ببینید فیلم انیمیشن ایرانی رو که در جشنواره کن دو ماه پیش خیلی وقت نداریم آقای فرام، خیلی کوتاه بود. دیدید یا نه، داستان یک روحانی است که این قاضی است و در اتاق خودش به دختری که مشکلی داره روجیگره تجاوز میکنه و سوء استفاده جنسی میکنه. چون این روحانیتی کجاش باید اصلاح بشه؟ ببین مثل یه انیمیشن ها که برای اتبام وجود داره، برای معجزان وجود داره، برای رسانه ها وجود داره. دستگاه قضا در ایران دست امثال من نیست، دستگاه اجرا دست امثال من نیست، دستگاه تقنین دست من نیست، مطلقاً دست شما بوده. ببین صرف یک حادثه در یک رسانه یا در یک بیمارستان خزینه‌شو کی باید بده؟ چند نسل دیگه باید فدا بشه؟ به چند سال دیگه و چند دهه دیگه برای اصلاح نیاز دارید؟ من میگم به اجبار هم که شده با توافق با نیروهای مسلح روحانیت باید منتقل بشه به عتبات. شما در اونجا میتونید خودتون رو اصلاح بکنید در چارچوب واتیکان، در ایران نه. آقای شریعت مداری، ادامه صحبت آقای مشکور، شما فکر میکنید، شما که معتقد هستید این سازمان متصدی دین ماندگار خواهد بود چون دین ماندگار خواهد بود چون دین ضرورت اجتماعیه، شما فکر میکنید این متصدی دین سازمان روحانیت شیعه چه تغییراتی اثر باید بگذرونه اگر بخواد به ادامه حیات امیدوار باشه؟ بحث میدونم شما معتقد هستید قدرت رو باید کنار بگذاره، از سیاست کنار بگیری، ولی منهای اون بله باید خودشو با این زیست بوم جدید، یعنی اینکه دگراندیش رو باید به رسمیت شناخت، حقوق مساوی براش قائل بود، باش وارد دیالوگ شد، همه حق طرف یک گروه و یک اندیشه نیست و بقیه رو هم باید باشون با حقوق مساوی برخورد کرد، آزادی ادیان رو باید پذیرفت، ادیان دیگر هم از همان حقوق باید، اینها رو باید بیاموزه. سخت احتیاج داره و خواهد آموخت، ناچاره، و اگر این کار رو نیاموزه بیشتر منزوی خواهد شد. چه خودش رو اصلاح بکنه چه نکنه، دستگاه روحانیت باید از ایران برچیده بشه. من هم در ازاش عرض میکنم که علی بن ابی طالب فرمود یک جمله خیلی که با من فرمای شما ارتباط داره که العلماء باقون ما بقی اللیل و النهار، یا شب و روز و تغییر و انسان هست. برای دریافت دین، فهم روشمند از دین، نیاز به روحانیت داریم ما. بله. حالا مدل تصدیش، دایره تصدیش چه مقدار هست؟ علی امام شماست، امام من نیست. خب راجع به روحانیت صحبت میکنیم، من راجع به روحانیت دینی صحبت میکنم. علی ایرانی نیست، من راجع به ایران صحبت ولی بیشتری پیروان رو در ایران و افغانستان و دوستان عزیز این هر صحبت آمار شماست. بله بسیار خوب، خیلی ممنونم. به آخر برنامه این هفته میرسیم. ممنون که پایین بحث نشستید و همینطور ممنون از مهمانهای برنامه، زکریا مشهور کابلی، حسن شریعت مداری و رامین پرهام.